پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما بینندگان گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک که شما گرامیان تعزیت عرض میکنم. از اینکه برنامه پانوراما رو برای تماشا انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. حضرت زهرا علیه السلام که به شهادت آیه تطهیر 33 آیه از سوره احزاب تجسم عصمت و پاکی بود، پس از شهادت پدر گرامیش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله قربانی خشونت و سیاست بازی های ابوبکر و عمر و دیگر سران سقیفه شد که هدفی جز حذف حق امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و خاموش کردن نور حقیقت نداشتند. به همین مناسبت این قسمت از سلسله برنامه‌های پانوراما در دومین دهه فاطمیه را به بررسی موضوع چرایی و چگونگی شهادت حضرت زهرا علیه السلام می‌پردازیم. حضرت زهرا علیه السلام مدافع حقیقی امامت بلافصل و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر انحرافات و ظلمی که پس از شهادت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله رخ داد یک تنه ایستاد. ایشان با خطبه کوبنده و آتشین فدکیه به روشنی از حقانیت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دفاع کرد و خطر غصب خلافت و آثار مخرب آن تا روز قیامت را برای امت اسلام آشکار ساخت. اما این ایستادگی و روشنگری با واکنشی شدید و خشن از سوی سران کفر و نفاق مواجه شد. هرچند شهادت حضرت زهرا علیه السلام در فضای سیاسی پر اختناقی صورت گرفت که به جای عدالت رنگ سانسور و ظلم به خود گرفته بود، اما تاریخ گواهی می دهد که ابوبکر و عمر به عنوان دو رکن اصلی شورای سقیفه و قاسبان جانشینی خاتم الانبیا به طور سیستماتیک در صدد سرکوب صدای حق طلب حضرت فاطمه علیه السلام و محو حقایق دین و پیمان شکنی قدیر بودند. حضرت زهرا علیه السلام در مسیر دفاع از ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب قربانی توطئه‌ای شد که هدفی غیر از تثبیت خلافت غاصبانه ابوبکر و حذف هر گونه مخالفتی را نداشت. در این راستا حضرت زهرا علیه السلام شجاعانه در برابر این ظلم ایستاد و بر حقیقت طلبی و حق محوری تأکید ورزید. ایشان به عنوان الگوی برتر برای تمام زنان و مردان تاریخ استواری در اعتقاد و پایداری در برابر ظلم را به تصویر کشید. روایات تاریخی گواهی می‌دهند که ابوبکر و عمر به دلیل ترس از افشای حقایق و تضعیف قدرت خود به اقدامات خشونت‌آمیز مختلفی دست زدند. این دو با چند مرتبه حمله و به آتش کشیدن خانه وحی نه تنها حرمت تنها دختر پیامبر خاتم الانبیا را شکستند، بلکه برای از بین بردن صدای حق به ترور و به شهادت رساندن حضرت زهرا علیه السلام و فرزند در رحم ایشان حضرت محسن ابن علی اقدام کردند. بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، بسیار خرسندیم که شما ما را با همراهی و توجه خود مفتخر کردید. اکنون گفتگویی خواهیم داشت با میهمانان محترم برنامه امشب پانوراما. حجت الاسلام سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دین از قم، و حجت الاسلام شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره‌ای سلام از میشیگان. شما نیز همچنان از سر مهر و لطف همراه ما بمانید.
خدمت میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام عرض سلام و ادب و احترام دارم. عوام الله اجورکم. جناب آقای طباطبایی، السلام على صديقة الطاهرة المظلومة المخصوبة الشهيدة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جناب استاد بهنام عزيز و مهمان گران قدرتون جناب استاد هدایتی و دیگر مشاهدین کرام و دستاندرکار این برنامه پر رونق، انشالله امشب هممون میتوانیم مرضی ذات مقدس بی بی قرار بگیریم. الهی آمین. جناب آقای هدایتی، عرض سلام دارم، درود دارم خدمت شما، سلام و مهمان گرانمایه شما و بینندگان. من عرض ادب و سلام دارم و عرض ارادت داریم با مقدس دید عالم حضرت زهرای مرد سلام. احسنتم. جناب آقای هدایتی، صدای شما به صورت تقطیع شده دریافت میشه. تا من سوال اول رو از جناب آقای طباطبایی میپرسم، لطفاً این مشکل رو حل کنید. جناب آقای طباطبایی، ابوبکر و عمر با چه هدفی چند مرتبه به خانه وحی، خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام هجوم بردند و آن خانه را به آتش کشیدند؟ ضمن عرض تسلیت مجدد، در یک کلام، فقط برای هدم و ناموسی بیت ولایت، چون که من برای اینکه پاسخ کاملی رو خدمت دوستان و عزیزان بدم اشاره میکنم به روایت سعد بن عبدالله اشعری که مرحوم صدو در کتاب کمال الدین خودشون آوردن در دیدار با امام عصر در محضر امام حسن عسکری، که سوالی بود که مرحوم سعد بن عبدالله در یک مناظری با یک ناصبی باش برخورد کرده بود و اون هم در رابطه با ایمان عمر و ابوبکر بود، که حضرت اونجا به صراحت فرموده بودن که ایمان این دو نه از روی جبر بوده نه از روی اختیار، بل طمعان برای رسیدن به حکومت. و در رابطه با رسیدن به حکومت، شکستن ولایت اولین قدم بود و برای شکستن ولایت باید علی ابن ابی طالب رو خلع نفس میکردن و خلع نفس علی ابن ابی طالب کشتن فاطمه. جناب آقای طباطبایی، من عذرخواهی میکنم که بین کلام شما صحبت میکنم، به دلیل اینکه شبکه امام حسین علیه السلام بیننده اهل تسنن هم کم ندارد و الان بیننده برنامه پانوراما هستند. شاید به ذهن یکی از بیننده هایی که شیعه نیستند این گونه بیاید که خب حاج آقا، شما خودتون سیدید، از نسل پیامبر هستید و فکتی هم که میآورید از کتب خودتون هست. آیا این مسائلی که می‌فرمایید فکتی از کتب اهل تسنن دارد برای مخاطبان اهل تسنن شبکه امام حسین علیه السلام؟ من اشاره می‌کنم به دوستان که حالا می‌خوان دچار استبصار هستن، در راه استبصار هستن، عرض می‌کنم برن کتاب فراد سمتین رو نگاه بکنن که در اون امام جوینی استاد ذهبی اشاره داره به اینکه حمله شد به در خونه فاطمه و پهلوی فاطمه رو شکستن و سفت جنین کرد. از اون طرف ابن شیبه از اساتید محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب المصنف همین رو اشاره میکنه، بلازری میگه، ابن قتیبه دینبری میگه، طبری میگه، همه اینها اشاره به این دارن که حمله شد و فاطمه رو کشتن و کشتن فاطمه آن هم به ضرب غلاف غلام عمر چیزی نیست که بر حد تمام علمای حالا چه شیعه و چه علمای عام پنهان مونده باشه. حاج آقای طباطبایی، سوال من این بود که با چه هدفی این کار انجام شد؟ چون ممکنه که الان کسی سوال کنه و این شبهه رو ایجاد کنه که خب یک دعوایی رخ داده 1400 سال قبل و در دعوا حلوا تقسیم نمی کنند، اتفاقی هم افتاده و شما شیعیان هستید که بعد از 14 قرن دارید اصرار می ورزید بر این مسئله. آیا هدفمند بوده این همه وقایع و جنایات؟
والا مرحوم علامه امینی کتاب القدیر رو در جواب به همین سوال نوشتم، از اهل سنت اسنادی رو نقل کردن در رابطه با همین، وقتی که القدیر آمد، وقتی که معذرت میخوام، وقتی که حادثه قدیر پیش آمد در رسول خدا، نازنین وجود مبارک امیرالمومنین رو با عنوان ولی مطلق و اعظم مطرح کردن. بله، این که کسی بیاد در مقابل شریعت یک دونه قبض ایجاد بکنه، مطمئنا باید غرضی داشته باشه. اینکه کسی بیاد در قبال این که در مقابل مسلمات دین که اصلا قابل انکار هم نیست، عرض کردم کتاب القدیر کتابی است که قابل رد نبوده، هیچ کسی نتونسته در اون تردید بله. کنه. اسناد روایت هم از دوستان میتونم مراجعه بکنم. اینکه کسی بیاد در این قبال این حادثه، با اینکه رسول خدا مسلما گفتن من کنت مولا فهازا علی و مولا، بیاد تردید کنه و مقابله بکنه، 100% شما بدونید که مغرض است و این قرض اگر تعقیب شود و پیگیری شود، مطمئن میشید میرسید به اینکه اینها قصد خلافت بر جامعه مسلمین انحراف اونها از صراط مستقیم. متشکرم. پس توصیه شما به بینندگان اهل تسنن شبکه امام حسین علیه السلام این هست که کتاب القدیر علامه امینی رحمت الله علیه رو مطالعه بکنن. متشکرم از شما جناب آقای هدایتی. کتابی که تمام اسنادش از خودشونه. بله بله، اسنادش از خود علما، اسناد معتبری از علمای مستند خودشون، کتاب هایی که خود اهل تسنن نزدشون مورد وثوق هست. متشکرم از شما جناب آقای هدایتی. چه دلایلی باعث شد ابوبکر و عمر به ترور حضرت زهرا علیه السلام اقدام کنند؟ به عبارت دیگر سوال من این هست که شهادت و حذف حضرت زهرا چقدر در تثبیت حکومت ابوبکر مؤثر بود؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما جناب آقای طباطبایی و همه بینندگان. ببینید، برخورد قهرآمیز حکومت ها به شکل عام و بنیان نهادن این سنت در بین جامعه مذهبی دینی و اسلامی صدر اسلام، طبیعتا یک رویکرد اقتدارگرایانه داره و در اون بازه زمانی موقت خودش حتما اثرگذار بوده و مدت زمانی باعث ماندگاری این نظام سلطه بوده و هست و خواهد بود، چرا که ابزار سرکوب بدون تردید همیشه بوده برای تثبیت پایه‌های حکومت و بدون تردید اثرگذار هست در کوتاه مدت، ولی ماندگار نیست. همچنان که شنیدیم، نمیخوام وارد اون مقوله بشم، الملک یبقا علالکفر ولا یبقا علالظلم. بله، و این تنها این راه ابوبکر و عمر بود برای تثبیت حکومتشون؟ این رویکرد کاملا میدانستند با توجه به جامعه شناختی دقیقی که داشتن این گروه کودتاگر، که ما آره معمولا در بیاناتمون، در صحبتامون انسانهایی کودن، انسانهایی نادان و احمق تلقی میکنیم یا برخی تلقی میکنن لااقل، باید بدانیم که بله، تردیدی درش نیست از نظر دانش و آگاهی نسبت به متون دینی و معانی دینی، بله، ولی در اون کانتکس اقتدارگرایانه خودشون که نظام سلطه رو داشتن تأسیس میکردن، به باور بنده بسیار هوشمندانه در نگاه این زمانی، در نگاه این دنیایی عمل کردند، لذا نتیجه گرفتند. البته اون رو امام صادق علیه السلام در ابتدای کتاب شریف اصول کافی میگوید که اون عقل نیست، اون پیروی از عقل نیست، نمیتوانیم اون رو تحت عنوان هوشمندانه تصمیم گرفتن بیاریم، اون خدعه هست، نیرنگ هست و شیطنت هست. چرا چنین تصمیمی گرفتند؟ خب پر واضح هست. من میخوام الهام بگیرم از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و توصیه دارم
ببینید شما یه نکته رو اشاره کردید جناب آقای بهنام، و اون این که بینندگانی هستند از اهل سنت. بسیار خوب. اولا بله. ما نزاعمون، ما درگیریمون، البته نزاع گفتاری ما با علمای اهل سنت هست، نه با مردمان و انسانهای اهل سنت، چرا که اونها پیروانی هستند، وقت نداشتن، به هر دلیل در جامعه خانواده‌ای به دنیا آمدن، نتوانستن به حق برسن. به و اتفاقا جناب حاج آقای هدایتی، همیشه صحبت ما با بیننده های اهل تسنن شبکه امام حسین علیه السلام این بوده که تقلید کورکورانه رو کنار بگذارند، خودشون تحقیق کنند، خودشون مطالعه کنند. ببینید اتفاقا اگر اینها به سراغ مشترکات مکتوب بین این دو نهله شیعه و سنی به تعبیری بروند، به یقین زود میرسن. ببینید حدیث قرطاس کتاب الله و اطرتی نقطه عطفی است در اشتباه و وحدت، اگر کسی میخواد بالون باشد. خطبه حضرت زهرا نقطه عطفی است برای رسید به اتحاد و یک پارچگی، که البته اتحاد و وحدت که معنا و مفهوم و مفهوم ذهنی صرفا و یک در عالم خارج هیچ موقع تحقق پیدا نمی کنه. ولی از نظر اینکه این رویکردهای خشونت آمیز و قهرآمیز کنار گرفته بشود، بله. اگر به متون مراجعه بکنیم، ما می توانیم به یک وحدت رویه برسیم. از جمله خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه حضرت زهرا را شیعان و سنی علمای هر دو نهله، هر دو مکتب و مرام نوشتند و بهش تاکید در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها خارج شده است، جامعه اون زمان رو ترسیم کرده، موقعیت حاکم زورگوی اقتدارگرای کودتاچی را ترسیم کرده است، جامعه متمهل شده، جامعه‌ای که گرفتار یک فراموشی حافظه کوتاه مدت شده است. اینو بدونید، دو ماه و نیم بیشتر نگذشته بله. حجة الوداع و از منصوب کردن امیر مؤمنان به عنوان جانشینی، به یک مرتبه این جامعه چه می شود که متحول میشه به این، متحول به معنای منفی خودش و به معنای عقب کردن و به معنای همانی که قرآن فرمود اف ان مات او قتل انقلب تو علی احسنتم حاج آقای هدایتی. خودشون خطبه حضرت زهرا میتونه راهکار باشه. من در فرصت دیگه که در این مجال فرصت پیدا کردم، یک جمله ایش رو اشاره میکنم و بل. دوستان اهل سنت دعوت میکنم به این مجال. متشکرم جناب حاج آقای طباطبایی. الان حاج آقای هدایتی هم اشاره کردن که از زمان شهادت پیامبر خاتم الانبیا تا قدیر خم حدود 70 روز بود، چیزی حدود 70 روز فقط از واقعه قدیر گذشته بود که این جنایات پس از شهادت پیامبر خاتم الانبیا رخ داد. سوال من اینه که نمازگزاران پشت سر پیامبر کجا بودند؟ حافظان و قاریان قرآن کجا بودند؟ عموم مسلمانان در برابر ظلم و جنایت‌های آشکار ابوبکر و عمر پس از شهادت پیامبر کجا بودند؟ چه کردند؟ واکنش اونها چه بود؟ همین ها کلمات رو شما میتونید به عنوان عنوان در خطبه نازنین وجود مبارک حضرت زهرا پیدا بکنید. چیزی که الان هم هست این نیست که فقط مربوط به همون دوران جدایی از امیرالمومنین و تنها گذاشتن حضرت بیاد، در زمان وجود مبارک امام حسن مجتبی و حضرت سیدالشهدا و همین الان هم در زمان امام معصوم اسما، این عناوین به وضوح در بین عوام الناس دیده میشه، اصلا کلا در بین همه، چه خواص عوام دیده میشه. رأس همه این عنوان ها دنیا طلبی و عافیت طلبی خواص که به خاطر دنیاشون، به خاطر اینکه سعادت دنیاشون تامین کنن، حاضرن پا روی حق بگذارن. در مرحله بعدی قوم محوری و قبیله گرایی است که تعصب به دنبال داره و باعث میشه یه گوش اونها کرد بشه، فی آزان هم وقرا، در گوشاشون پنبهی بذارن که حق رو نخوان بشنن. از اون طرف ایمان اینها کامل نیست، قریب العهد ایمانشون، اسلام اینها کنهی نیست، اسلام اینها ایست سطحی، یک باور سطحی داره. و در کلام آخر باسطه همون تقریبی کورکورانه‌ای که حضرت عالی فرمودید، اینا دوچار یک کینه و عقده خیلی شدید نسبت به حضرت امیرالمومنین و
و تمام کسانی که وارث امیرالمومنین هستند. خب بله. نگاه بکنید اون کسی که از شام آمد و در کوچه های مدینه امام حسن مجتبی رو دید، به واسطه همون کینه‌ای که در اثر تقلید کورکورانه داشت، حضرت رو به باد سخره و فحاشی گرفت و دیدید بله. که حضرت هم چگونه باش برخورد کردن و باعث شدن که او متنبه بشه. متشکرم. جناب آقای هدایتی، چیزی کمتر از 3 دقیقه تا پایان این گفتگو وقت داریم. بفرمایید که چرا حضرت زهرا علیه السلام در برابر ظلم ابوبکر و عمر تقیه و حفظ جان نکردند؟ به جهت اینکه انحراف و انحطاط جامعه اون رو به حدی رشد کرده بود که اکثریت جامعه به مقابل قرآن و اون پیامبر 23 سال زحمت کشیده بودند رو انتخاب کرده بودند و در مسیر کجی رفته بودند، تا جایی که البته این در همون خطبه قدیریه پیامبر پیشبینی شده بود که وقتی فرمودند و این آیه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آخر آیه میفرماید والله یعصمک من الناس، یعنی این هشدار و در خوف و ترس وجود داشت که این مردمان مردم آزارند، این مردمان، این انسانها نبی آزارند، پیامبر را آزار خواهند داد و زحمات او را نادیده خواهند گرفت، کفران نعمت خواهند کرد و در خطبه حضرت زهرا هم آمد. لذا حضرت زهرا دید جامعه شیطان پرست شدن، به تعبیر سعی حضرت زهرا سلام الله علیها. عنایت کنید من این جمله را سعی میخوانم که در باره در این خطبه از اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين. خلاصه و سریع معنا این است که شیطان سرش رو از مغزر خودش، مغرز خودش خارج کرد، از پناهگاه خودش، از جایگاه خودش خارج کرد، شما رو دعوت کرد و شیطان چه دید شما به دنبال او خواهید بود. سوال شما به این نکته اشاره دارد مستقیما که چرا حضرت زهرا که شریفترین جانهای عالمیان از آن زمان، جانش روی کره زمین باید فدا بشود، این گونه در عنفوان جواب به شهادت برسد. چرا؟ بله. چون امت به انحراف رفت، دهمات همه پیامبر از بین رفته بود، مردم شیطان پرست شده بودند. برای اینکه این چراغ رو روشن کند برای همیشه تاریخ بشریت، حضرت زهرا سلام الله علیها اولین شهید راه حق و هدایت و ولایت و آنچه که اسلام آورد توسط پیامبر در 23 سال شدند و تا به امروز این چراغ نورانی میکند آنچه ما میفهمیم و میدانیم از دین، به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها که علت مبقیه و عالم خلقت هست. متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب حاج آقای طباطبایی و جناب آقای هدایتی که دعوت امشب شب بهنام. من یه جمله آخر میتونم عرض کنم؟ خواهش میکنم، ثانیه های آخر برنامه هست، بفرمایید. یه ثانیه. ببینید در مقام دفاع از معصوم علیه السلام تقیه جایز است برای هیچ کس. درود بر شما. زهرا در مقام دفاع از امام حسن، امام حسین رو هم حاضر شدن فدا کنن و به اونا اطلاع کردن که باید از امام معصومتون دفاع. احسنتم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام که همراه این قسمت از برنامه پانوراما بودید. دعاگو و نایب زیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.